میبینم رو پلک کوچه رد پای خیس بارون، آسمونو مه گرفته، سرخ چشمای خیابون، چتر آسمونو میخوام که روی سرم بگیرم، هنوزم پای پیاده روی جاده ها اسیرم، دنبال چشمه میگردم آشنای عشق و بارو، چشم آسمون میدوزم دستای سبز دعامو، کوچه کوچه قصه ما پیچ و تابه سرنوشته، واسه ما بارونی میشه چشمای خیس فرشته، چتر آسمونو میخوام که روی سرم بگیرم، هنوزم پای پیاده روی جاده ها اسیرم، تو روزای سرد و خاموش، تو شبای بی ستاره، نشونی از تو ندارم که ببینم ات دوباره. هر 8 ساعت یه عدد، هر 6 ساعت 2 عدد، روزی 1 قاشق، هر 8 ساعت 1 عدد. آها بابا، یه کارو بگم برو بمیر دیگه. چیه باز که جوش کردی؟ این دکترها مثل که هیچی حالیشون نیست ها، فکر نمی کنه من بخوام ساعت به ساعت اینا رو بخورم، پس کی بگیرم بخوابم؟ دادا شهرام، به نظری من همه قرص ها یه بار بنداز بالا، تخت بگی بخواب، قرارت نباشه دادا. من یکی یکی اینا رو پوست میکنم، اگه نکندم به خدا مرد نیستم. تو محل خودتان اگر یکی میومد سر خیابان و نگاه میانداخت به پنجره یکی، مرد مردونه چی کارش میکردی؟ مرد و مردونه اگه چشنو پاکی کرد جفت چشش از کاسه در میارم، ولی اگه مرد بوده مثل بچه آدم اومد خواستگاری، به خدا هیچ کاری باش ندارم. حالا دیدی؟ به نامردی زدن آقا عبدالله، به نامردی زدن، 10 نفر بودن، اون نفر بلده؟ همون 10 دیگه بابا. های بابا، خیلی نامردی هم یه قانونی داره، یه قواعدی داره، یه اسلوبی داره، اینه همین داره طوره نیست داشناسه. من یکی یکی اینا رو چرخ میکنم، خودت میبینی حالا. آره چرخ خیاطی بگیر به هم بدوزشون بهتره. راسته بچه ها کجن؟ امیر اینا تو اتاق هنم امیر داوود بابا پندیگه جل میزن. بفرما آقا داوود، بفرما امیر جان، بفرما. دستی شما درده، بفرما. عبدالوزی یه تکون بده خودتون، بشن تکون نده، بشن تموم. تنیتو دون آخه شهرام، این چه کاری صادق می تو جاشو گرفتی؟ عیب نداره آقا ناصر، آب روشناییه. عموم خبر دلو، یه لیوان آب روشنایی بود، این پارچ چی میشه؟ دیدی آقا شهرام، نوشته مهلت ثبت نام برای اجاره به شرط تملیک تمام شد. اینقدر نرفتی که دیر شد. حرفا میزنی عبدالله جونا، من پولم کجا بود؟ اجی من مرده بودم داداش، من چه بودم؟ عروسی با قرض و قوله، پاتختیش هم میشه مثل شب اول قبر، 50 متر اجاره با شرط تملیک، ته دنیا زیر پونز. سیما جان، سیما اومدم ناصر جان، اومدم. هنیا جان میسن خانم. سلام علیکم. دست رو درد نکنه سیما خانم. خواهش میکنم. مشعل اینجا نور بارون کردن برای ورود شما. ای بابا. چه سیما خانم؟ آقا رحیم نمیاد؟ آقا جونم تشریف ندارن، امامزاده صالح هستن. ناصر جان میدونیم آقا جونم تهران که میاد دیگه به زور باید بری امامزاده صالح سراغش بیارش بیرون. میان حالا، شما بفرمایید، بفرمایید میل کنید. بفرمایید. دست شما درد. ناصر جان.
ببین مادر جان، این شماره تلفن محبوب است. بلایی به روزش بیارم که خودش کیف کنه. کجا میری؟ میرم برای بچه ها صابونه ببرم. بچه شلاقی دارید؟ آره تو انباره، تا چایی تو بخوری میارم برات. بیا مرسی. صبح خیر اسوا. سلام تهرون. سلام شهران خان، چی طوری؟ قربانه، ناصر چای و صبحونه برده واسه تو اتاق. برین تا سرد نشده، برین بخوریم. من میرم تو انبار یه آچار واسه این مکانیکی ببرم. میگم اینجا هم برای خودش دنیایی اسا. آره هیچ موقع به همچین جایی فکر نکرده بودم. خب یه چیزی کاملا طبیعیه. چی تو؟ آخه شما اصولا فکر نمی کنی دادا. دست فردار داوود، از دیرو سال و به اندازه چند سال برام اتفاقای عجیبی افتاده است. آره آره، من میگم باید خیلی زود قبل از اینکه بلای جدید نازل بشه دست تیرون دری. ها؟ منم نگرونه میلاد و مریمم. فقط میلاد و مریم؟ فقط اونا نیستن، نگرونی مام و ملی هم هستن. هرچند هرچند نمیدونم درست است که بهش بگویم مادر. این چه حرفی امیر جون؟ میگه فقط کسی که آدم به دنیا آورده مادریشه. ملی خانم تو رو مثل بچه‌ای خودش بزرگ کرده، این همه زحمت پات کشیده، جوری با تا کرده است که تا چند روز پیش من نمیدونستم مادری اصلیت نیست. همه اینا رو میدونم داوود، حرف سری مام و ملی هم نیست. مشکل اینجاست که نمیدونم مادر اصلیم کجای قصه است. خب داده یکم صبر کن، همچی که پیداش کردی بعد تسبیح خودت بگیر. ها حالا بریم الهیه؟ نه حالا میریم صبحونه میخوریم بعد میریم الهیه. پلاکی 123 بریم داده. باش بریم داده. دیوونم کرده لعنتی، سالی به 12 ما خرابه. یه دفعه گیری باکسش صدا میده، یه بار صافی بنزینش کثیف میشه، چه میدونم شیلنگ آبش پاره میشه. مگه صفر نگرفته ایندش؟ چرا؟ فقط 9 ماه کار کرده. پس گارانتی است نه؟ گارانتی. دلت خوشا بپا بابا، همچی که پات برسه به نمایندگی. میگه چی شده؟ میگه چه میدونم زوارش در رفته شاید. میگه خب پس زوار جزء خدمات پس از فروش نیست. یه نکته کنکوری بود داده با زیوار در رفتن جزئی خدماتی پس از فروش نیست. یاد داشت که یادت نره. اینم الهیه. زحمت کشیدین آقا شهرام. قربانت، کارتون تمام شد بیاین کارگاه منتظرم. رو چشم. به سلامت. خداحافظ آقا شهرام. خداحافظ.
اینم الهیه. حالا باز ببینیم که پلاکی 323 کجا. انقدر گاز داد و ویراج رفت که یادمون رفت بپرسیم الهیه اولش کجاست آخرش کجا. اینکه کاری نداره، حتمی اولش اینجاست، آخرش هم میریم تا بجوری. ها میگم که این پلاکی 15 است. آدرس ما پلاکی چند بود؟ چند بود؟ سقاد بود. ها همین 323. خب این 323 اینم 15. آقا ما میایم 323 رو 15 تاش کم میکنیم. بفرمایید که این از اون کم بشه دو اینم به عبارتی میشه 308. خب ما فقط 308 تا دیگه خونه باید بریم. وقتی آدرس دارین؟ آره دادا، بهمون گفتن که الهیه پلاکی 323. مثل پاکستان در قهوه‌ای میمونه. فقط همین؟ نه دادا، میدونی نوشابه هم داره، میخوای بد واکنم؟ خب اگه واکنی بد نیست، چون نوشابه هم آب داره هم گاز داره. شاید از روی قبض آب و برقش بشه یه کارایی کرد. آخه مرد حسابی، الهیه کجاش؟ آقا پلاکی 323. ای میگه پلاک 323. الهیه یه منطقه خیلی بزرگی عزیز من، حداقل 10 تا خیابون داره، 1000 تا کوچه. اگه دقیق‌تر آدرس بدی من میتونم برات یه کاری بکنم. سلام. ببخشید مزاحمت میشم. میگم که این پلاکی 323 کجاست؟ منزل ما اینجا پلاکی 826ه. شما میتونید همونجوری بشمارید. خوشم میآید. چرا اومدن بیرون؟ صدا منو داری؟ آره.
میگم چرا اومدین بیرون؟ مگر میشه تو این سر صدا خوابی؟ نه خداییش نه، من خیال کردم قطار دارد رد میشه، وقت زدم یه وقت قطار نرد روم، یا کردم این داده دارد خور رو پف میکنه، آن یقیقا این سر صدا میکنه. این بسات همیشگی ماست. چونی میشد که دادم بابا یه آبی، آبجوشی، قرصی، چیزی بزن تو حلقش؟ هیچ فایده نداره، تو خوابش ببره دوباره میهاش از همین کاسه. خب باید چی کار کنی؟ من که دارم میرم دفتر میخوابم. دادو صبر کن، جهنم، منم میام دفتر. صاحب کنی برا منم جا هست؟ اگه بتونی نشسته به خوابی آره، حالا تا ببینم. دادا این چی چود میخوندی؟ یادی برو. گردش چشم سیاه تو خوشم میآید، تو خوشم میآید، موج دریای. دیروز سید به هم زنگ زد، جویه احوالتون بود، میخواست ببینه گم شدتون رو پیدا کردین یا نه. هنو که نه عجقم. چیه؟ چرا انقدر پکری؟ هیچی، فقط. فقط چی؟ فقط یه کمی نگرونه. شوخی که نیست، مادره. اگه نگران نبودی که از چشم میافتادی جوون. بیا بردارین لازمتون میشه. دست شما درد نکنه حاج آقا، ولی پول هست. بردارین تعارف نکنین پس هم میدین. بگی. خیلی ممنون حاج آقا. به سلامه. با اجازه. با اجازه. امیر بودو بیا پیداش کردم. دیدی؟ دیدی بالاخره پیداش کردیم؟ یعنی خودشه؟ آره دیگه، پلاکی 323. حالا چیکار کنیم؟ نه سب کن دیگه. چرا؟ اگه همینجا باشه چی؟ اگه خود مادرم بیاد دم در چه بهده؟ کور از خودت چی میخواد؟ دوتا چشی بینا. اگه پرسید تو کی هستی؟ چی بگم؟ خب بگو منم امیر پسرت. نه یعنی توی امیر پسرت. پسرش
پسره پسره تو چه ده پسره؟ چرا این حالی؟ بیا بریم داوود بیا بریم؟ کجا بریم؟ هر چی غیر از اینجا باشه فقط بریم. آروم باش تو اصلا نمیخواد حرف بزنی ها؟ وایسا من خودم میرم جلو زنگا میزنم باشون حرف بزنم قبول؟ نه من میرم. تو چه مرگت امیر؟ چرا هم چی میکنی؟ من یه خر کردم اونا گاز گرفته بود بیام تا پشت داره برگردیم ها؟ اصلا تو از چی میترسی؟ اونی که باید بترسه تو نیستی دادا. اگه تو چه گناهی کرده؟ اصلا یه بچه 2 ساله چه کاری ازش برمیاد که گناه کرده باشد یا ثواب؟ هر کی ندونه فکر میکنه تو اونو ول کرده ای رفته. من نمیدونم تو از چی خجالت میکشی. که منو نخواد چی؟ به جهنم چه نخواد؟ ملیه خانم هست. هر اتفاقی بیفته ملیه خانم مادرته. تو پسری ملیه خانومی؟ نترس؟ آه بازم یادت رفت نه؟ فقط خودش. بیا بریم بیا میخواد. ای این بچه از کجا پیدا شد؟ بچه ببین نصفی تونسا بیان عجب اسکی میکنه خانم کوچولو بیان اینجا بینا سلام ماما ایدون خونه اسمی شما چیه؟ محکول محکول عجب اسم قشنگی داری؟ خب محکول خانم اصلی حالت چطوره؟ دماغ دو چاخ ها؟ محکول خانم نگفتی؟ مامایدون کجان سری کاره؟ رفته خرید. حالا مامان کی میاد؟ 1 ساعت پیش فیگون؟ 1 ساعت پیش ها 1 ساعت پیش خب عزیزم خیلی هم خوبه. حالا شما میری تو با امسی بازی کردن درم میبندی. هر کی هم درزه در وا نمی کنی. خب؟ اگه درزدی چی؟ اگه من درزدم من در نمیزنم دادا. من میرم اونوری خیابون وای میسم. هر وقت مامان دومت باش حرف میزنم. خوبه؟ خوب. باری کرد. برو تو عزیزم. بیلیتت برده سمیر جون شرط بندم 10 تا خواب دارد استخ سونا سالونی ورزش میزی بیلیارد کلفت و نوکر و آشپز و رخشور و با خوش به حالت شده است بد جوری امیر جون میرم دادا شما آرد نخواه چی تو دهنه دونست جواب بارو نمیده ها؟ بگوی اون دختره محکول خب یعنی محکول خاری منه؟ میگم شدست اینی فیلم هندی ها فقط یکی خار رو باز و آدون کم داریم یه ده نه؟ آه یه ده هنه آواز دویه آهنه چنه چه دره حسی آهنه چنه چه بیا دویه آهنه چنه ساعت چنده؟ فکر کنم دیگه دارت کم کم 1 ساعتی پیش میشه اسی داوود من اینجا چی کار میکنم؟ خب اومده این مادره دا ببینی؟ اگه اون نخواد چی؟ نخواد؟ آره آره شاید بخواد
ولی نتونه. از کجا معلوم که اومدین من؟ اونو تو درد سر نندازه. اون بچه محکول دیدیش که یعنی خانواده، یعنی مادرم بچه داره، شوهر داره. این همه سال است که سراغ من نیومده است. شاید نتونسته است. این فهمیده بود. شاید نتونسته. یعنی شاید اومدن من دیگه اونا رو خراب کنه. زندگی مادرم و اون بچه رو. نه نه، من نمیخوام چیزی خراب بشه داوود، نمیخوام. ببین امیر جون، اون بالاخره مادرته، چه تو رو بخواد چه نخواد تو هستی، میفهمی امیر؟ تو هستی چون خودتی، چه اون بخواد چه نخواد، همونجور که اون هست چه تو بخوای چه نخوای. اصلا این حرفا رو بذار برای بعد، بعد که هم دیگه رو دیدیم. حالا مهمترین مسئله اینه که هم دیگه رو ببینیم، میفهمی امیر؟ فقط هم خودشه؟ اوی با تو نما خودشه؟ نمیدونم. اودو اودو مرتبه چی؟ سلام. سلام. ببخشید ما از اصفهان اومده ایم، من و امیر. امیر؟ حال شما امیر جان؟ خوبی مادر؟ من خیلی وقتی که منتظرتون بودم، دیگه داشتم ناامید میشدم. یعنی شما منتظری ما بودین؟ بله، برای اینکه اشکان گفته بود که شما میاین. اشکان؟ بله، پسرم. مگه شما از دوستای همخدمتی اشکان نیستین؟ نه، مثل اینکه اشتباه شده است. ما اومدیم دنبالی مادرمون میگرد، یعنی امیر دنبالی مادرش میگردد. اسم این مادرش هم از خانومه؟ اسم مادرت چی بود؟ محبوبه، محبوبه کمالی. ببخشید، من فکر میکردم شما از دوستای همخدمتی پسرم هستید. آخه برای اینکه تلفن زده بود، گفت یکی از دوستان میاد اینجا، قراره یه مقدار پول من بدم ببره برای اشکان. ببخشید. خواهش میکنم، منم خودم دیدم شما زیاد شبیه عکس قدیماش نیستین دا. حالا شما واقعا محبوب خانم نیستین؟ من؟ نه. یعنی شما محبوب خانم کمالی نیستین دیگه. بده من. چی رو؟ عکسا. بفرمایید، این خانومه. ولی ایشون که هیچ شباهتی به من ندارن. واقعا؟ منظورتون رو نمیفهمم، چرا فکر میکنید که من محبوبه کمالی هستم و خودم نمیدونم؟ نه نه، من منظورم اینه که شما این خانوم رو نمیشناسین. متاسفم، من حتی اسمشونم نشنیدم. میدونید آخه نشونشون همینه، الهیه پلاکی 323. خب الهیه خیلی وسیعه، شاید یک تشابه عددی باشه. شاید. میگم شاید قبل از شما اینجا زندگی میکردن ها؟ این خونه رو ما خودمون ساختیم،
قبلش هم زمین بود. متاسفم که نتونستم کمکتون بکنم. هرچی بیشتر میگردیم بیشتر گم میشی. محقور حیف شد، زنی مهربونی بود. تو که ایچی، منم دلم میخواست که مادرم باشه. یه رو دیگه هم گذشت. اینه دیگه امیر جون، زندگی منتظری هیچ کس نیم بود. شاید هیچ وقت مادرمو پیدا نکنی. بازم شروع کردی؟ جدی میگم داوود، اومدیم و 100 تا پلاک 323 پیدا کردیم و مادرم نبود. آخرش که چی؟ میدونی امیر جون، شاید هم به قول تو هیچ وقت مادرت رو پیدا نکنی، اما به نظر من اصلا مهم نیست که پیدا بشه یا نشه، مهم اینه که شما دنبال مادرت بگردی، میفهمی؟ معلوم هست چی میگو؟ دایی خدا بیامرزم میگفت آدمی که دنبال کسی میگرده اونو پیداش میکنه. شک نکن. آره درسته اون چیزی که دنبالش میگرده ممکنه نجورت، اما یه چیزی رو میجورت که ارزشی گشتن رو دارد. بله امیر جون. حالا چرا ما تم گرفته؟ هنوز که یه روزم نشده. میترسم داوود، میترسم. نه ترس، من اینجا. الهی شکرت خدایا این 323 رو به ما بنم. در الهیه چه بوی علفی می آید. تولدت مبارک. مامان برام کادو هم خریدی؟ آخ 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 دیدی یادم رفت، من باید کادو میخریدم. دروغ میگی. هر شایدم خریده باشم. برو بگرد پیداش کن. باشه پیداش میکنم. برو ببینم چیکار میکنی. اینجا چشمتو ببند. آروم برو پایین. آوایسه حالا باز کن. وای مامان چقدر قشنگه. الهام خانوم تولدت مبارک. عاطفه خانوم وسایلتو جمع کن دخترم. مامان همیشه مامان. باشه. عاطفه تو میدونی مامان کادومو کجا قایم کرده؟ نمیدونم، خودت بگرد پیدا کن خاله سوسکه.
شده که نیست. این کتابا مال کی رو میز افتاده؟ وای 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 وای، یادم رفت. برو برو برو. آخ جون، پیداش کردم پیداش کردم. هورا عروسکه؟ خب حالا پاسش کن ببین. خدا کنه از عروسک شیوا هم خوشگلتر بشه. با منم همیشه همین کارو میکردیم. خب برای اینکه اینجوری هیجانش بیشتره. ببینم، من باید همیشه مادر رو سر به سر بچه هاشون بذارن. گاهی اوقات هم بچه ها میتونن این کارا رو بکنن. بله. راستی چه خبر؟ بابا زنگ نزد؟ چرا یه ساعت پیش. خب چی گفت؟ گفت مامانت خونه هست. گفتم نه، رفته خرید. خب میخواستی بهش بگی تو درس داشتی نتونستی با ما بیای؟ گفتم. خب چی گفت؟ دیگه چیز خاصی نگفت. نگفت که برمیگرده؟ چرا، گفت آخر اکتبر کار دارم، احتمالاً دیگه اول دسامبر پیداش بشه. اما خودت که بابا خوب میشناسی، ممکنه همین فردا از مسافرت بیاد. آره فردا. کردی تو با من؟ میمیرم، تنت هم داغی. فرهاد، تو همون روزای تلخ فراموش نکردی. میدونم اون روز لعنتی یادته، بعد از ظهر جمعه بود، اومد تو همین اتاق روبروی من وایساد، گفت من با دختر شما ازدواج نمی کنم. ببینید خانم، من به شما هیچ قولی ندادم. منظور چی؟ ما با هم حرف زدیم. حرف؟ چه حرفی؟ این که من به دعوت شما توی چند تا از مهمونیاتون شرکت کردم، یعنی من به دختر شما تعهدی پیدا کردم. من به شما اجازه نمیدم با احساسات دخترم بازی کنید. میفهمید آقا؟ حالا پس خوب گوش کنید ببینید من چی میگم. چون منم به شما اجازه نمیدم تو زندگی خصوصیم دخالت کنید. خانم، اون منو خورد کرد، حالا نوبت منه. این شماره تلفن محبوب است. محبوبه، بگرد تا بگردی. خیلی خوب بابا. بله خانم محبوبه کمالی؟ بله بفرمایید. خوب گوش کن ببین چی میگم. زندگی در خطره. شما کی هستین؟ یه نفر که همه چیزو درباره گذشتت میدونه. گذشته تو، فرهاد و امیر. تو قباره بی کسی ها شدم، پیدا نمیشم، به زمین میخورم، اما تو نباشی پا نمیشم. لحظه ها بی تو همیشه بوی انتظار میگیرم.
شب من که صبح نمیشه، لحظه ها چه دیر میمیرم، خواب و از چشم گرفته، غم سنگین جدایی، میشمرم ستاره ها رو تا خودت یه روز بیایی. من دارم از پا میفتم، حس رفتن تو پاهم نیست، جاده ها رو مه گرفته، دیگه فرقی تو چشم نیست. چی میشه که تو نگاهم خونه داشتی ای ستاره؟ بیا تکیه گاه من باش، منو تازه کن دوباره، بگو که میرسی از راه، منو از گریه میگیری، خنده رو میدی به چشمام، دیگه از پیشم نمیری. منم عاشق خسته که به هیچکی دل نداده، کوچه به کوچه میگم.